سلام من دکتر قیس نگزاد هستم امروز میخوام در مورد گرد برای شما صحبت کنم اکثر افراد ببینین بی که میگه اسید میدین بالاست چطور میفهمی اسید میدین بالاست هنین دا دانم میکنم می تیزا بالا میگه و یکی به میگه می فکر میکنم در گرفته بین دو دانه تخته شانیم درد داره و مزه دانم خراب است و بوی بد دهن ده را میکنم و آنکه می خورم اینجا درد می داشته باشه اینا همه در یافته کلینیکی است که در سیر یک مرض مشخص سیستم حازمه به نام گاستروزوفیج رفلکس دیزیز یا گرد یا جرد در بعضی کتاب هاست تحسس می بعضی جایا که در مصاحبه های گرد ها میگم، گیم اما پریزنتر برنامه خنده می کنه بنابرای همه مرض هست دیگه این نامش هست خب حالا بحث روی از این هست که این مرض چرا ایجاد میشه این مرض مرض ممکن است در نزد طبقه اوناس ایجاد شه ممکن است در نزد طبقه ذکور ایجاد شه اردیش مساوی یا نه معوف میکنه در پهلوی از او چاقی فاکتور خطر به طور مثال این مرض را به یک فاکتور خطر بازی میکنه میزان از مرض را زیاد میکنه در پهلوی از او فاکتورهای مشخص در حالت نرمال وجود داره که این قسمت ما شما یک واشل وجود داره یک وال وجود داره و این برنامه لاورز فجلس فنکتر یا ای میگن این در حالت نرمال توسط یک سلسله ساختمانهای مشخص محکم گرفته شده و خودش یک فشار را تولید میکنه که باید تو محکم باشه و آنچه که در میده است و محتوای میده است باید بالا نبیایه یک سلسله فاکتورهای مشخص است که فشار از این همی موثره را کم میکنه یعنی سستش میکنه که سست کرد تیز بالا میایه محتوای سیستم آزمه بالا میایه و در تنفس مریض ممکن است بوی محتوای سیستم حازمه حس شود چه فاکتورهای فشار را در کم میکنه هر عاملی که باعث بلند رفتن فشار در شکم شوه. مثلا ولادت های متکرر چاقی قبضیت های متکرر موجودیت نفخ و باد بیش از حد در سیستم حازمه مشکلات ترانزیت که به طور حرکات روده ها و حرکات پرستالتیک کمتر باشه استفاده سگرت استفاده الکل استفاده نوشابه های گازدار استفاده نوشابه های انرژیزا موادی که در ترکیب خود سترکسی داره مثل لیمون آرن کنو مالته استفاده چای داغ چاقی استفاده دوای مشخص تسکین کننده درد استفاده آسپرین استفاده به طور مثال دیازیپم استفاده دواهای اعصاب استفاده دواهای افسردگی اینا همش فشار رده ای موثره کم میکنه عادت نا خوشایند و نا, نا،, نا که پیش کل شماست بخو گرازه کرده خدا پرتو نادرست است دیگه به خاطر اونایی که ریکمبنزنسی یا حالت خوابیده را بعد از گرفتن غذا اختیار میکنن میزان رفلکس دینا به مراتب بیشتر است چرا فشار دا داخل میده بلند میره او سخو نمیتونه بارا رفلکس رفلکس میکنه خب من میخوایم بیان کنم که مریضایی که همچون در یافتی های کلینیکی را میداشته باشن باید مشکوک شوند که من گردارم یعنی چی؟ به صورت عموم شکایت عمده از این مریضا عبارت ها هارت سوخت در قسمت پشت استخوان سینه که مریض احساس حریق شدن و در گرفتن میکنه از قسمت بالایی از قسمت بالایی شکم شروع میشه از ناحیه پیگاستریک بالا میایه با قسمت گردن مریض و در بین دو دانه تخته شانه مریض هم حس میشه و حتی بعض اوقات لوحه در دای قلبی را تمثیل میکنه تشخیص تفریقی در دای قلب کتی مشکلات سیستم هاضمه است دیگه ها به صورت عموم اکثر اوقات از دسفجا شکایت می داشته باشه نا نمی خورد بلا کردن به سال درد را احساس می کنه. مریض واتر برش می داشته صبح از خواب که بیدار می یک مزه ترش شوری ناخوشایند را در دان خود که خاصیت قلوی داره حس می مریض از بوی بد دهن شکایت می داشته بشن. و در پهلی از او این موضوع اگر مرادا قرار نگرفت پیش مریض اختلاطات تحساس میکنن امروز در افغانستان شوی سرطان های میری به مراتب زیاد شده حیلت اساسیش یکیش شوی نادرست گرفتن غذا و موجودت رفلکس میدیم ایس. خب حالا ما میخوایم بیان کنیم که بعض دریافت های کلینیکی دیگه ها ممکن است در سیر گرد پیش مریضا بوجود میاد مثلا گلوندردی های مرتکرر، التحاب تانسال های متکرر گوش دردی های متکرر بوی بد دهن سلفه های متکرر شعره بر شدن حملات اسما یا اسما قصبی یا می نفستنگی که مردم برش میگه اینا همش ممکن است در سیر ازی وجود بیاره و مریضا را در کل کیفیت زندگیشون خراب میکنه. نکته دیگه که من میخوام بیان کنم اگر رفلکس پیش یک مریض موجود بود و دقیقه سه از این نشد اختلاط به وجود میاد چند اختلاط بسیار معمول است نمبر اول استرکچر یا تزیق مریض می میخوره پس دوباره جا بند میکنه خدا نانک میخوره بند میکنه یک دوم مریض ها بسیار ممکن است تا زخم در میریشان تحساس کنه یا از فجل السر و میری مریض التحابی شود دو سوم اختلال پیش عبارت از تحول نسج نرمال و یک نزج سرطانی است یعنی میزان اضافه جلسیه یا سرطان میری پیش افزایش پیدا میکنه و ای در سایر اختلالات از این ممکن است وجود بیاید پس باید با منجرد کار کردن شکدن وجود میاید جگرسوزی نرمالا هر کسی را تجربه میکنه ولی در یک هفته اگر بیشتر از دو مرتبه شد مرض است باید تداوی شود و در پالویزی باید از تاسف اختلالات جلو گیری به عمل به اگر مریض نان بند می شد سنش بیشتر از 50 سال بود وزن کم کرده بود کم خون بود از مستفراغش از مواد غایتیش خون می آمد یا مواد غایتی سیاه رنگ می آمد تاریخچه سرطان ها در فامیل مریض موجود بود در جای زندگی می که سرطان ها وجود زیاد باشه و ای این ای 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 فاکتورها ها در صورت که موجود بود اینا را به نام الارم ساین یا علائم وجود دهنده میگن که باید مریض فورا ان اندوسکوپی شود تا اینکه مبادا کدام سرطان سیستم هاضمه در نزد مریض تخصص باشه تداویش پی پی آی اومی پرازول پرازول دکس رانس پرازول بر مریض ها به مدت معین تحت دکتر سیبا توصیه میشه و یکیش دو و یک دواهای مشخص تی سی ای اینا تا که مقوام از این افزایش بده و دواهای که سیستم هاضمه را حرکاتش زیادتر بسازه تا تیزاب به بالا اوت نکنن دوام تداوی از 4 هفته 6 هفته یک سال و که حتی طولانی مدت فرق میکنه تا ادار بعد بدرود